درود بر شما همراهان همیشگی کانال پارسی تیوی با یه برنامه دیگه اومدم خدمتتون از حمله تند و بی سابقه سینا ولی الله به مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران در ادامه با ما همراه باشید لطفا از پایین همین ویدیو عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله زودتر از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید. سینا ولیالله در جدیدترین استوریهاش حرفهای بسیار تندی زده و مثل همیشه به رئیس جمهور کشور یه گیر خاصی داده. با انتشار این خبر از گزارش خبرگزاری ایلنا که گفته تا 15 سال دیگه استان گلستان بیابان می شود نوشت نگران نباشید رئیس جمهور جدید تو تمام هیات ها کلی برای مشکل کم آبی دعا و نیایش کرده در استوری دیگه ای هم با انتشار این صحبت معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی که گفته باید حیا و فرزندآوری رو با ابزار هنر در جامعه تبلیغ کنیم سینا نوشت یعنی با قلم و رنگ روغن هم دیگر رو باردار کنیم که مردم جذب شن؟ بعد هم با انتشار این خبر که احمد جنتی یک سال دیگر دبیر شورای نگهبان باقی میماند نوشت پس یعنی همه چی شالم شالمه در استوری دیگه ای هم با انتشار این صحبت عضو مجلس خبرگان که گفته مردم ما خودشان راه شهادت و گرسنگی را انتخاب کردن نوشت اگه به انتخاب مردم بود که الان روی تو سیفون می زدن بری پیش فامیلات. در استوری دیگه ای هم با انتشار این صحبت عضو شورای شهر تهران که گفته هزینه برخورد با زاکانی و برکناری او بالاست نوشت چرا فیلمبردار با جناب بازیاتون بوده؟ بعد هم با انتشار این صحبت های عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی که گفته زن بیهجاب به مرد میگوید من در دسترس هستم سینا نوشت به سرش ریدن که رنگش باریشش فرق داره یا کلا اینجوریه بعد هم با توجه به روزهای گذشته که در ایران دهه اول محرم بوده و مردم مشغول عزاداری در هیئت ها بودند و ویدیوهای زیادی از ازاداری و مداهی مسعود پزشکیان منتشر شده بود سینا نوشت یکی این دکتر پوزیده رو از تو هیئت و نظری و تکیه بکشه بیرون ببره به تمرگون پشت میزش دیگه بعد هم با انتشار این تیتر از روزنامه اعتماد که گفته 20 هزار مدیر مدرسه در دولت رئیسی ازل و تنبیه شدن نوشت مرحوم با مدرسه و درس و تحصیل یه روابط تخماتیک و منحصر به حماقتی داشت که نگو. بعد هم با انتشار این صحبت های جمیله علم الهدا که گفته والدین فرزندانشان را شهادت طلب تربیت کنند سینا نوشت چرا؟ که شماها راحت بچاپین؟ در استوری دیگه ای هم سینا حرفهای بسیار جالبی از طرفداران دو آتیشه مسعود پزشکیان زد. این طرفدارای رئیس جمهور جریده به چیزی هم بدتر از اون قبلیه ها یعنی حالا خودشو مثلا میگن سواد داره و این دکتر واقعی و این دکتر نمیدونم الکی نیست و نمیدونم افتخاری بهش ندادم خودش دکتره و خیلی با شعور و با سواد و اندازه تو خفه شده حرف نزن در مور... یعنی بعد با این همه ادعا انقدر اندازه اون قبلی که تازه میگفتن قصاب و قاتل رو نمیدونم فلان و اینا جنبه ندارن جنبه تنز و شوخی و این چیزها رو ندارن یعنی انقدر ندارن که یارو فامیلیش پوزیده است ما میگیم مثلا پوزیده خان یا جناب پوزیده یا دکتر پوزیده اینا به چشم فوش خارمادر اسم خود یارو رو میبینن اسمش که فوش خارمادر نبوده که اسم بوده اسم فامیلی بوده دوست نداشتن یا دوست نداشته رفته عوض کرده فوش خار مادر که نبوده شما مثلا ما میگیم پوزید شما میگین چرا فوشش میدین از اینجا استفاده کنید تو اگه موقع رای دادن نکردین در استوری دیگه هم با انتشار این خبر که سخنران دفتر خامنه ای به پزشکیان دستمال هدیه داد سینا نوشت چون دستمال خودش پاره شده بود اینقدر تو این چند روز مالید برای این اون بعد هم با انتشار صحبت های نماینده لورستان در مجلس خبرگان که گفته رأی ندادن موجب افسردگی اجتماعی جوانان می شود سینا نوشت حالا باز اگه از کلمه رأی استفاده نمی کردی می شود پذیرفت. بعد هم در واکنش به صحبت‌های معاون بین‌المللی دفتر خامنه‌ای که گفته رئیسی در هزار روز خدمت حدود 2500 ساعت پرواز داشت، سینا نوش یعنی نه تنها به مردم کمک نکرده، بلکه با سوخت 2500 ساعت پرواز به طبیعت هم ریده. دبیر ستاد امر به معروف هم گفته نباید اجازه داد لذت بیهجابی در جامعه چشیده شود. سینا نوشت ولی متاسفانه دیگه دیر شده و آبم قطع قطعه. در سوریه دیگه هم با انتشار این صحبت های اسماعیلی وزیر ارشاد که گفته ابراهیم رئیسی سطح توقع مردم رو بالا برده سینا نوشت در زمینه تولید تنز با انتشار صحبت های بایدن که گفته اگر خداوند متعال بیاید و بگوید از رقابت ها کنار بروم چنین می سینا نوشت آخوندا به یاد دادن چی بگی؟ <متحد> رئیس دانشکده مطالعات هوش مصنوعی هم گفته هوش مصنوعی اصلا هوش نیست. سینا نوشت تو کلا فقط همون مصنوعیش رو میفهمی که جای خالی باجناق رو برات پر میکنه. با انتشار این خبر که عراکی، عضو مجلس خبرگان گفته ابراهیم رئیسی کارگزار فرمان الهی بود نوشت ولی از قرار پروردگار از نحوه کارگزاری فرمانها راضی نبوده اصلا در سوریه دیگه ای هم با توجه به مورد هدف قرار گرفتن دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا سینا نوشت روح پرپکان رفته بود سراغ ترامپ ولی بازم آنگوزمان شد در سوریه دیگه ای هم با انتشار این خبرها که موضع قاطع پزشکیان درباره حجاب به دنبال حفظ کرامت بانوان باشید و نمیذارم کسی برای زنان کشورم مزاحمت ایجاد کنه و اینکه روزنامه نزدیک به پزشکیان گفته خبر بازپسگیری لایحه حجاب توسط پزشکیان کذبه سینا حرفهای بسیار جالبی زده یه ای چیزی که باعث تعجب زیاد من شده این قوه تخیل بسیار پرکار این ارزشیاست ترجمه از اینه که اون جمجمه پر از کاگل و پهن و پشکل چجوری میتونه اصلا کار بکنه که حالا پرکار یا کم کار باشه این خیلی عجیبه دیگه واقعا اگه هالیوود بفهمه واقعا میریزه میبره اینا رو برای فیلم نام نویسی و داستانهای تخیلی چون الان دیدین که داستانهای تخیلیشون رسیده به مرحله که میخوانیم رئیس جمهور جدیدشون رو تبدیل کنن به سوپر هیرو مثلا رفته تو مجلس زده تو دهن تمام نماینده های مجلس و لایه هجاب گرفته و بردی بیرون پاره کرده گفته به زنان کشور کسی علمان داره تو این کرامت انسانی زنان فقط اجازه ندارن که هر چی دلشون میخواد بپوشن هر کاری دلشون میخواد بکنن چی میگین یارو رو الکی گنده میکنه لحظه ای که حکمش در اومده دستمالو در برده از سوریه داره میماله تا روسیه و چین و این بر و اون بر و مقاومت و غیر مقاومت و الکی یارو رو گنده نکنید بابا اینم یه پرپکان آنگوزمان شده است بیشترم نه آنگوزمان هم بوده الان هم سعی کرده چیز دیگه بهش بازم کار نکرده مرسی که تا پایان این برنامه هم با ما همراه بودید و با لایک و کامنت هاتون از ما حمایت میکنید راستی اگر هنوز عضو کانال ما نشدید از پایین همین ویدیو و با زدن دکمه سابسکرایب و زنگوله با ما همراه باشید تا از ویدیوهای جدیدمون زودتر با خبر بشید